من خیلی از دست فرشته ناراحت شدم که یه همچین فکری کرده. یعنی اینکه اگه شما به هر دلیلی از ازدواج کردن پشیمون شده باشین، برای من قابل احترامه. یعنی در اساس خود شما بودین که این پیشنهاد دادین، منم که حرفی نزدم، موافقتی هم نکردم که شما بخواین پشیمون بشین. حتی اگرم اینطوری شده باشه، من اونقدر درک دارم که مسائل رو با همدیگه قاطی نکنم. شما به عنوان برادر فرشته و خانواده دوست من برای من مهمین و قابل احترام. اینقدرم درک دارم که اگه لازم باشه دیگه شما رو نبینم. اما اگه قرار باشه غیر مستقیم با هم رفتار بشه یا مثل یه مزاحم باشم یا فرشته برای اینکه منو بپیچونه خودشو بخواد به زحمت بندازه، اون وقتی که خیلی بهم بر میخوره. من به عمد امروز براتون گل خریدم که بهتون بگم سلامتیتون برام مهمه، ولی قصد ندارم با شما ازدواج کنم. تموم شد؟ تقریبا. ولی واقعیتی وجود داره، من خیلی صریح بهتون میگم، من تو شرایط خیلی بدی هم الان تو زندگی، هم کاری هم روحی هم خانوادگی. در خودم نمیبینم که بخوام ازدواج بکنم. اینقدر مسئولیت دارم و اینقدر کار دارم که نمیتونم یه مسئولیت دیگه بپذیرم. اما اینا همش دلیل نیست، چیزای دیگه یه وجود داره. میفهمم. خب ماجراشون چیه؟ یه نفر با این نامه تقلبی از بانک مرکزی میره دم صرافی ها، میگه که اومدم دلارای تقلبی رو چک کنم. شما دو نفر این ور، شما هم این ور. از بخش نظارتی بانک مرکزی مزاحمتون میشیم. لطفا بگید مشتریتون بره بیرون، زود بشه. 30% موجودی مغازه رو جمع آوری کنید، بعدش هم صورت جلسش کنید. حتما رو چشم. در خدمتتون هستم. این کارگرای بیچاره رو برمی داره به عنوان مأمور میبره اونجا، میذاره دم در مغازه، مغازه رو تعطیل میکنه و میره که برگرده و دیگه نمیره. نگران نباشین. اگه مشکلی پیش نیاد 24 ساعته هر چیزی که برده شده برمیگردونیم. من گوشم ضعیف، ده کارگر میخوام. بعد فردا کار اداری وزارت کشور. اینا هم کارگر معمولی نمیخوام برای بلایی. لباسا مرتب، خوشتیپ، برای کار اداری بود. برای همه هم غیر افغان میخواست. ما هم قبول کردیم. محسن، ببین چه مغزی داشته. کی شک میکنه به 4 تا کارگر؟ ما مجبوریم برای تحقیقات بیشتر با مجرم در ارتباط باشیم. البته لازمی چند نفرم شناسایی کنم. کدوم زندانه؟ قزلسار. چه جور آدمیه؟ بی خطره، یه راننده ساده است. از این بدبخت بیچاره هایی که همه چی انداختن گردنش دارن مواد جابجا میکنن. Thank you.
نادر یه وقت به داداشت کمک نکنی یا خسته میشی. ماتم گرفته از صبح تا حالا. من میدونم برای چی ماتم گرفتی دیگه. به خاطر اینکه فکر میکنی مادرت اگه قهر کرده به خاطر منه. نه خیر. شما دو تا سرگرم بازی کردنتونین. منم سرگرم بدبختیایی که مادرتون برای من درست کرده. اصلا میدونی دلیلش چیه؟ بدبختی من اینه که شما دو تا بچه این هنوز نمیدونین من چی میگم. باشه برو یلی ماپ بده دست من. باشه نشین. بچه دیگه نشسته اونجا داره بازی میکنه. صبح تا شب مثل سگ کار کن. بعد بچت اینجوری بهت احترام بذاره. مادرت اینجوری تربیتت کرده؟ آره. وقتی باهات حرف میزنم منو نگاه کن، فهمیدی؟ آره. آسمان قهر کن، مثل مادرت قهر کن، ولی یه چیزی رو بدون، آدم ها هرچی بزرگتر میشن مشکلاتشون بزرگتر میشه. آقا نادر با تو هم نادر آب چرا اینجوری هست؟ کجا آوردیش؟ تو کل من ناصر؟ بله ناصر، آب کل من از کجا پر کردی؟ چرا اینجوریه؟ از شیر قنات. شیر قنات؟ بیا ببینم. بگیر نو. من توی گزارش پرونده اداری نارمک خوندم که بازپرس نوشته بود سرقت‌های ناشیانه و خشن. به نظر من خیلی خشنن ولی اصلا ناشی نیستن و مطمئنم که سابقه دارن. هیچ وقت یه آدم معمولی خشن اینطوری نمیتونه بره توی مغازه و شلیک کنه. دیدید که چطور مستقیم به دوربین شلیک کرد؟ ما الان تنها اقدامی که تونستیم بکنیم اینه که رو هویتشون کار کنیم. ممکنه تازه از زندان آزاد شده باشن. شما چی؟ جناب سرگرد کیهان؟ ببینید من فقط قرار کمک بکنم. تمرکز من روی پرونده های دیگه ایه. تصمیم سرگرد الماسی و پیگیریشون برای من معیاره. من با ایشون موافقم که میگن که سارقین ماهری هستن، اما مهارتشون رو من فقط در تیراندازی میدونم نه در سرقت. اگر دقت بکنید توی فیلم اسلحه هایی که دستشون گرفتن همه اسلحه های شکاریه. اصولا سارقین با اسلحه شکاری سرقت نمیرن. و مهمترین چیزی که نظر منو تو این فیلم جلب کرده تا به اینجاش اینه که شکل اسلحه دست گرفتنشون مثل شکارچی هست. منظورتون چی؟ منظورم اینه که احتمالاً از یک روستا یا منطقه میان که اونجا با اسلحه کار کردن. چیزی که خیلی نظر منو جلب کرده شکل لباساشونه. جناب سرهنگ اگه دقت بکنید این فرم لباس در این روزهای گرم تهران، پوشیدن لباس پشمی با این کلاهایی که اصولا سارقین از این کلاها استفاده نمیکنن، ولی این کلاها کلاه بافتنی از جنس کانوا، این کلاها رو استفاده کردن با شال، با پالتو، کفشاشون که دقت بکنید اگر گلی هست. شما خودتون سالها با پرونده های سرقت درگیر بودین، میدونید به خاطر خشونت ذهنیشون ترجیحشون اینه که از پوششی استفاده بکنن که خشنتر دیده بشن. ما به ازای بیرونیش میشه فیلم های هالیوودی که خیلی دلشون میخواد شبیه سارقین فیلم های هالیوودی دیده بشن. من بعید میدونم که اینها سارق حرفه‌ای باشن. حداقل ماشین گلیشون یا لباسشون، کفشاشون، پالتو و شکل کلاه کانوایی که به صورتشون کشیدن این رو به من میگه که اینها اولین بار دارن سرقت میکنن. یعنی شما منظورتون اینه که اینا از اطراف برای سرقت به تهران میان؟ نه؟ دقیقا. و جالب اینه که اگر توی فیلم دقت بکنید هر ستاشون چپ دستن. شکل اسلحه دست گرفتنشون، اون گونیای پولی که از سرقت بانک بوده اگر دقت بکنید با دست چپ برمیدارن. من معتقدم که یه خورده جای شک داره که سه تا دوست هر سه تاشون چپ دست باشن یه شکل اسلحه دست بگیرن. این یه خورده بعید به نظر میاد که این سه تا دوست باشن و سه تاشون هم سارق باشن، اما توی ژنتیک احتمالی وجود داره که اگر ما تصور بکنیم اینا از یه منطقه مشخص یا نسبت خانوادگی مشخص احتمال البته داشته باشن، اینها میتونن سه تاشون هم چپ دست باشن، مثل برادر، پسر، عمو، مثل نسبت خانوادگی. خب جناب سرگرد همه اطلاعات یه جا دارن،
سه تا برادر تو منطقه فیروزکو که اخیراً هم تفنگ شکاری خریدن، چند باری هم با ماشینشون به تهران رفت و آمد کردن. خب چرا با محسن نمیرین یه جا دستگیرشون کنیم بیاین؟ جناب سرگرد، من دارم بر منطق احتمالات حرکت میکنم. شما که ریاضی خوندین احتمالاً احتمالات رو پاس کردین دیگه نه؟ سلام. سلام. متهمی که از زندان آوردین کجاست؟ تو انفرادیه. خیلی خوب. بخش یکو خالی کنم. یه چند روز مهمون ماست. نمیخوام کسی پیشش باشه. تا کی قراره اینجا باشم؟ چه ناراحتی؟ نه، فقط میخوام بدونم قدم بعدی کیه، چیه؟ قدم بعدی رو تو باید برداری. چی کار باید بکنم؟ ناصر، منو مجبور نکن پای زن و بچه‌ت بکشم آگاهی. مجبورم نکن اون پول حرومی که زن و بچه‌ت گرفتن از زندگیشون بکشم بیرون. با من درست حرف بزن، بازی نکن. کدوم بازی؟ من مگه چی کار کردم؟ مثل خلافکارا رفتار نکن. همون بیگناهی که دنبال حقش بود بمون. من همون آدمم. فقط نمیدونم بعد از کجا شروع کنم. من بهت میگم، برای آخرین بار میپرسم، هر کاری هم از این به بعد انجام دادیم بستگی به جواب تو داره. خوب گوش کن، مهم نیست چه جواب میدی، مهم نیستش که چی کار میخوای بکنی و راستشو میگی. از این به بعد هر چیزی که گفتی همون لحاظ میشه. خیلی خوب. بعد از زلزله رنا رو کجا دیدی؟ ناصر، به من راست بگو. اگه تا الان دروغ گفتی مهم نیست، از این به بعدش رو به من راست بگو. من نگاه کن، رهنا زنده است. بعد از زلزله یه چند بار دیدمش تو اتوبوس. خودش بود، مطمئنم. کمکم کن پیداش کنم. خول بهت میدم کمکت کنم برگردی پیش خانوادت. پیداش میکنی؟ منم دیگه فقط حق خودمو نمیخوام. میخوام انتقام این 5 سال عمرمو ازش بگیرم. دیشب تا صبح با خودم فکر کردم، تصمیم گرفتم خودمو نفروشم به 50 میلیون. درست فکر کردی، خیلی درست فکر کردی. الان یکم راجع به بهروز بهم بگو، شاید از اون بتونیم برسیم بهش. خوب میشناختش؟ بهروز هم الان یه مورد سوخته است براشون. دیگه باهاشون کار نمیکنن. چرا؟ چون جاسازش لو رفته بود؟ فکر نمیکنم. بهروز خیلی حرفه‌ای بود تو مواد جاساز کردن. پس چی؟ دیگه رو اتوبوس کار نمیکنن. من خیلی چیزا رو خیلی بهتر میدونستم از بیروز. تو این چند روز خیلی رفتم سراغ اینمون، ولی هیچ خبری ازش نداشت. اگه تو ترمینال باشه حتما یه سری آدم جدید آورده. من به اون مقصد این مخدره کجا بود؟ اون موقع که تو اتوبوسای کرمان تهران، کرمان اصفهان. الان ولی دیگه خبر ندارم ازشون.
اگه آدم های جدید آورده باشه سخت میشه نفوذ کرد. آره من از اینجا میتونم بیام بیرون، میخوام برم سراغ یه نفر. کی؟ یه آشناست. به نظرت میتونی فردا بریم؟ سعیام میکنم. فیلم دوربینو که دیدید، نامه به من نشون دادن. والا راستش من به این کارگرها هم مشکوکم. اصلا یه لحظه آدم فکر نمیکرد که اینا کارگر همین سر خیابون باشن. عجب آدمایی بودن اینا. از مغازه‌های دیگه کسی بهشون شک نکرد؟ نه عزیز، همه این راسته رو جمع کردن بردن، همه رو بدبخت کردن. به خدا، به خدا الان دو سه روزه که خواب و خوراک هم نداریم. معلوم از کدوم مغازه چی بردن؟ بله خیر سرمون، هرچی که بردن صورت جلسه کردن، نوشتن دادن دست خودمون. از شما چی بردن؟ من یورو، فرانک، دلار، پوند، صرافی دیگه، هرچی که بود. میخواین نامه‌شو بیارم نشونتون بدم؟ ظاهرا خیلی چیز ویژه‌ای هم ازتون نبردن. ویژه تر از یورو 4000 تومانی؟ منظورشون پول یا سکه کمیابه. آهان، از من که نه، ولی از آقای جوادی اینا چرا؟ مغازش بیرون پاساژ نرسیده به سر چهارراهه. همون آقای جوادی هم زنگ زده بود به بانک مرکزی. فیلم رو ازشون بگیر. بله ممنون. شما زنگ زدی بانک مرکزی؟ بله، همون لحظه اول شک کردم، اما یارو خیلی خوب حرف میزد. بعدم یکی دو تا کارگر با یه گونی انداخت به جون اموال مغازه. چرا اما اول زنگ نزدی بانک؟ ترسیدم، آخه بد جوری تهدیدمون کرد. چه جور تهدیدی؟ ایراد گرفت که چرا جواز کسبتون مال صنف طلا و جواهر و مال بانک مرکزی نیست. بعدم ما گفتیم اگه حرف بزنیم شاید بدتر بشه. اسکی از شما اسکناس قیمتی قدیمی بردن؟ بله، 5 تا اسکناس تدار روز مال سال 1817، زمان الکساندر اول. نمونه شو داری؟ اینا نمونه ندارن. قیافش برات آشنا نبود؟ جایی ندیدی قبلا؟ نه والا. خیلی خوب، ما با شما در تماس. ممنون، در خدمت. خدا نگهدار. خدا حافظ. اونجا هم کلی سکه و اسکناس کمیاب با خودش برده. جالبه، بعضی این کلاهبرداره واقعا نابغه. نه، نیاز چندانی به نبوغ نداره. یعنی خودش صرافی داشته؟ حالا یا خودش صرافی داشته یا صرافی کار میکرده، چون اگه غیر از این بود اصلا یه همچین نقشهی به ذهنش نمیرسید. نابغه است؟ نه، خبر داشته یه واسه نظارت میرن سراغ صرافی ها. این هم میدونسته که مجوزها رو یا بانک مرکزی میده یا صنف طلا و جواهر. شجاع بوده و با اعتماد به نفس. از قضیه این اسکناسای عتیقه چی بوده؟ این همه یورو و دلار دزدیده شده، از کجا میشه فهمید کدوم دزدیه؟ نمیشه فهمید. باید بریم سراغ اسکناسای کمیاب. خب چرا از طریق بانک مرکزی یا صنف خودشون اقدام نکنیم؟ اعلام میکنیم آقا هر جا اسکناسای عتیقه آوردن برای فروش به ما اعلام کنن. ببین اگه اون فرضیه من درست باشه که این با صرافیا در ارتباطه، قطعاً در جریان اطلاع رسانی قرار میگیرن. آره درسته، اینجوری اون یکی گزینه‌مون رو میسوزه. حالا با چیکار کنیم؟ باید دست بزنیم رو خصلت عجیبش. رو چی؟ شجاعت و اعتماد به نفس. آره موافقم، ولی چطوری؟ اون برای کشیدن این نقشه حداقل یه ماه فکر کرده، ما واسه پیدا کردنش یه شب فکر نکنم. فکر میکنیم. آره فکر میکنیم. فکر میکنیم. آره فکر کنیم.
سلام پدر جان. پدر جان سلام. سلام. مبارک باشه. دیدی موبایلو حال کردی؟ قرار نبود با هم بریم بخریم. برو بابا، هر کاری بخواد معطلی تو باشه کارش به سال و قر میکشه. مگه من خودم چلاقم؟ رفتم تو یه موبایل فروشی، همه رو برام تعریف کرد. من همه رو گرفتم، الان فول فولا. سوال، رم موبایل تو چنده؟ فکر کنم 16. ده بفرما دیگه، مال من 32. هزار تا مکشا بگیره. حالا چرا رو شماره من عکس ناپلئون رو گذاشتی؟ آخه عکس مبارکی تو رو نداشتم، اجارتمون رو گذاشتم. مال باقی بالا؟ آره رفتم بالا، خوب شد گفتی. ببین من کمردر گرفتم کابه جون، ببینیم بقیه رو بچینیم. آره ببین این محصول اولمونه، ریزه، اما بقیهش دیگه دستم اومده که بقیهش رو چکار کنیم اینا. ببینیم ببینیم. کاوه پسرم، ببین این عکسی که از خودم گرفتم خوبه؟ که خیلی نورش کمه. ها؟ آره راست میگه، نورش کمه. میگم رفتیم پایین ها، یه عکس ازم بگیر، میخوام بذارم برای تلگرافم. تلگرام پدر، تلگرام. آره همین. با ناپلئون عکس بگیرم چطور؟ خوبه نه؟ خوبه. میدونی چه کاوه، من فکر نمی کنم این خانم گلچین به ما زنگ بزنه، یعنی نبایدم بزنه ها، آخه درست نیست گوشی رو برداره به یه مرد غریبه زنگ بزنه ازش بپرسه پرورش قارچ چجوریه. خب اینا هر جا بره قارچ بخره براش توضیح میدن دیگه. نه اینطوری هم نیست پدر جان، این کارو نیاز به مشورت داره. مشورت؟ نه بابا قربونه دارم، مگه من مشورت کردم؟ نه چیز کن دیگه، قبول کن. اصلا میدونی چیه؟ بهم زنگ بزنه نزنه برای من مهم نیست. اصلا امروز صبح به این فکر افتادم که اگه زنگم بزنه جواب تلفنشو ندم، چون اصلا من موافق این کارا نیستم حقیقتش. قربونه دارم، تو و نیما نشستید با هم یه چیزایی گفتید اینا، وقتی آدم فکر میکنه تو این سن سال من حقیقتش تو کتم نمیره. نه پدر جون، این حرفا چیه شما میزنی؟ از شما بعیده، این حرفا فقط مال آدم های ضعیفه. ضعیفه؟ میدونی چیه بذارم؟ امروز صبح وقتی دنبال یه عکس خوب میگشتم به خودم اومدم گفتم که آخه مرد حسابی تو این سن سال این کارا چیه؟ این هیجانات کودکی چی انداختی تو کلت؟ تا وسط های کوچه رفتم ها که این موبایل پس بدم، یه هدیه خوب برای تو بخرم، اما زد و یکی از این بچه های انجیو زنگ زد که میخواد منو تو گروه این تلگرافشون عضو کنه، برای حمایت از کودکان کار درست شده. منم دیگه روم نشد بگم میخوام این گوش ما پس بدم. پدر این حرفای ناامید کننده چیه شما میزنی؟ آخه موبایل چه ربطی به ازدواج داره؟ این موبایل به دردت میخوره. این انجوی کودکان کار چی شد؟ فردا جلسه گذاشتم. چه ساعتی؟ ساعت 11 شده مگه؟ همینطوری من خواستم یه سر برم بیمارستان، گفتم شاید شما بخوای با من بیای، حالا شاید خانم گلچین هم دیدی اونجا. کابه جون پسرم قربونت برم، خب منم باید میام دیگه. نمیشه که پدر جون، شما الان گفتی جلسه داری. خب جلسه رو جا به جا میکنم. نمیشه که این همه آدم و ساعتشون رو جا به جا کرد. چرا عزیزم، من وقت گذاشتم، گذاشتم صبح، حالا بهشون میگم عصر.
اینجا گردنت درد میگیره، برو تو تختت بخواب. خواستم برم، دیدم خوابی، دلم نیومد. رهنا تو کجایی؟ نمیدونم تو کجایی؟ منو تو دوباره یه روز صبح با هم توی ماشین به آدم ها و ماشیناشون نگاه کنیم، با هم قصه هاشون حدس بزنیم. پیتر زدن بزرگترین کلاهبرداری خاورمیانه. چه خبره؟ چرا انقدر بزرگش کردن اینا؟ معمولا خبرها رو اینطوری میدن. کلاهبرداری کوچیکی هم نبوده، خیلی هم تر و تمیز کار کردن. چون مبالغ به دلار و یورو بوده، خب رقم رفته بالا. شما به کجا رسیدید؟ ما هم داریم تلاش میکنیم، هنوز ردی نتونستیم پیدا کنیم، ولی من یه ایده خوب دارم. ایده داری؟ بجون نزد زیاد طولانی بشه. بله چشم. این نامه که فرستادی دفتر من وقت نکردم بخونم، موضوع چیه؟ یه تقاضاست برای خارج کردن ناصر از بازداشتگاه برای تحقیق. با کی میخوای بفرستیش؟ خودم باش هستم. کجا قراره بریم؟ یه چند جا قراره بریم. به نظر من اینجا بودنش با تو زندان بودنش خیلی فرقی نداره. خیلی خوب، نامه امضا شد میفرستمش اتاقت. مراقب باش. ممنونم جلسه. ببینید، من داشتم توی باغ کار میکردم، بعد تشنم شد، به پسرم گفتم برو برای من یه لیوان آب بیا. این آبو که برای من آورد اومدم بخورم، دیدم یه بوی گندی داره میده. پسرتون چند سالشه؟ 7 سالشه، کوچیکه. بعد رفتم سراغ رهاب قنات، در رهاب قناتو که باز کردم دیدم یه جنازه توشه. چه کسایی توی این باغ رفت آمد دارن؟ کس خاصی رفت آمد نداره، خودمون. اون باغ ارثیه پدرمه، 50 تا درخت میوه داره که به زور میوه میده. بعدش هم من کلید دارم و دو تا برادرام که اونا اصلا نمیان سر بزنن، یه عیدی بشه، یه تعطیلی بشه، چیزی. من فقط خودم رفت آمد دارم. چه وقتی بار میرین اونجا؟ تو این فصل اولین بارم بود، چون تو زمستون اصلا نمیشه رفت اونجا. رفتم فقط باغو ترتمیز کردم، دیروز این برق آب قناتم زدم. قبل از این بار آخرین بار کی رفتین؟ حالا دقیقشو نمیتونم بهتون بگم، ولی 3-4 ماه پیش بود. یه سری موزاییک تو خونه جلوی دست بالمو گرفته بود، بردم گذاشتمش تو باغ. چند تا بچه دارین؟ یه دوقلو دارم، پسر. شغلتون چیه؟ من جوشکارم، تو روده مغازه دارم. اصلا میتونید برید تحقیق کنید بپرسید. به کسی یا ماجرای شک ندارین؟ حوالا من به کسی شک ندارم. امضا کن. از سرانگوشتم بزن. چشم. اگه چیزی هم میخوای اضافه کن. فقط ببخشید، من مشکلات تو زندگیم زیاد دارم، این بر من دردسر نشه. حتما میشه آقایه. اسمتون چی بود؟ من حسین قلیچخانی. آقای قلیچخانی، شما تو باغتون یه جنازه پیدا شده، فعلا هم درگیر این ماجرایید. توی این چند روز تشخیص هویت میشه، ما برمیگردیم سراغتون، ازتون چند سوال بعد بپرسیم. از تهران هم خارج نمیشه. آقا اصلا من جایی ندارم برم. شما یه جوری صحبت میکنه انگار من طرفو کشتم، من متهمم. فعلا شما تنها مظنون پرونده ای. نگاه کن، تو باغت داری کار میکنی، یه دفعه مصیبت میرزه رو سر. ببخشید جناب سرگرد، از سفارت ایمیل زدن هماهنگ. برای کی؟
گفتن همین امروز قبل از یک باید اونجا باشه. حتما. اتفاقا از صبح یه چند باری خبرش خوندم. واقعا بزرگترین کلاهبرداری خاورمیانه است. تیتر روزنامه رو نمیشه کنترل کرد. خب چقدری بردن؟ کم نیست. چه کمکی از دست ما برمیاد؟ ببین این آدم وسط یه عالمه دلار و یورو 5 تا اسکناس 3 روبلی تزاری هم برده. این اسکناس عتیقه است، مال قرن 19 سال 1817 است. تا این آدم نخواد این اسکناس ها رو بفروشه ما هیچ جوری نمیتونیم پیداش کنیم. 1817 زمان الکساندر اول. واقعا اسکناس های با ارزشی هن. اما شما توقع دارین که بخش فرهنگی سفارت اینا رو براتون پیداش کنه؟ چرا باید بخش فرهنگی سفارت اینا رو بخواد برای من پیدا کنه؟ بفرمایید بشینید. خواهش میکنم. پس چی؟ ما میخواییم انگیزه ایجاد بکنیم برای فروش. این اسکناس عتیقه است، قطعا بازار فروششون خیلی کار سختیه. انتظار داریم که شما اعلام بکنید آخر هفته یه سری از مهمانهای فرهنگی برای خرید آثار فرهنگی دارن میان اینجا. هر کسی سکه های ضربی یا اسکناس های کمیاب قدیمی رو داره برای حراج بیاره اینجا. یعنی یه حراج تقلبی؟ قرار نیست کسی بدون تقلبیه، حتی اونایی که واسه ما کار میکنن. اجازه بدین خبررسانی و نیرو انتظامی بکنن. من نمیدونم چقدر این کار شدنیه. کار سختیه براتون؟ نه کار سختی نیست، فقط اون آدم باید خیلی شجاع باشه که روبلای دزدی رو بیاره تو این حراج. هست، ما فقط میخوایم انگیزه فروش ایجاد کنیم. حتی اگه خودش هم نیاد به کسی دیگه به فروشه برای ما کافیه. اون وقت این کار متقابل هزینه هایی میشه. شما لطف کنید فقط فراخوان رو بدید و میزبان باشید. چند تا از همکاراتون هم به ما کمک بکنم. اگر هر هزینه ای هم داشت ما پرداخت میکنم. نمیدونم. ببین من تصمیم گیرنده نهایی نیستم تو این قضیه، اما بهتون قول میدم که مطرح. ببینید ما خیلی وقت نداریم. اگه مجرم یک روز بیشتر وقت داشته باشه ما شانسمون از دست میدیم. ببخشید امکانش هست من ازتون بپرسم اداره‌ای که شما توش مشغول به فعالیت هستین اسم دقیقش چیه؟ من افسر اداره آگاهی هستم. وقت اسم رئیس مستقیمتون هم میتونم بدونم؟ مهمه مگه؟ نه، اگر امکانش هست فقط شمارهشو برای من بنویسید، برای هماهنگی های بیشتر نیاز دارم. می نویسم. ولی ازتون خواهش میکنم مثل صدور ویزا به این قضیه نگاه نکنید. ما زمان زیادی نداریم. اگر تا آخر هفته این اتفاق نیفته خیلی احتمال داره که مجرم از کشور خارج بشه و ما دستمون بهش نرسه. بله متوجه هستم. چشم، من بهتون قول میدم که همین امروز پیگیرش بشم. متشکرم. خانم گلشین کجاست؟ این چند روزه حالت تهوع نداشتی؟ نه. بیخوابی، دوبینی؟ ببخشید، میگم کاوه جون تو چیز کن، تو با آقای دکتر صحبت کن. ببخشید آقای دکتر، من یه کاری دارم باید برم بیرون. خواهش میکنم. بعید میدونم مشکلی پیش بیاد.
ضربه سختی بوده، ولی خدا رو شکر اتفاقی نیفتاده. داروات هم میتونی قطع کنی. باشه، ممنون. متشکرم. خواهش. ببخشید خانم. سلام. سلام. این خانومی که برای آقای دکتر خانلری کار میکردن؟ خانم گلچین. بله. شماره تماس یا آدرسی ازشون داریم به من بدیم؟ بیمارستانن الان خودشون. ای بازنشست نشدن. چرا؟ ولی خب نتونستن خونه بمونه. الان شما میتونید انتهای همین راه رو توی اتاق سمت چپ پیداشون. ممنونم. خواهش میکنم. جالبه. خیلی جالبه خانم گلچین. و چه کتابی، تأسیسات پرورش قارچ. تأسیسات را از آغاز خوب برپا سازید. میگم شما کاملا این کتاب رو همه رو مطالعه کردید؟ بله، من تقریبا دو مرتبه خوندم. باریکلا. یعنی میتونید یه روزی بخواید پرورش قارچ را بندازید؟ اتفاقا همین تصمیمو دارم. من این کار کردم. سلام پدر، اینجا این؟ سلام عزیزم، پسرم اومد، این کار تموم شد. من گشتم خودم خانم گلچین پیدا کردم. ایشون کتاب دارن خریدن در مورد پرورش قارچ، خودشون استادن. بیا تو قربونت برم. نه ممنون، مزاحم نمیشم، من دیرم باید برم. شما اگه فکر میکنید کارتون تمام نمیشه بمونید، خودتون بیا. من بعد تازه مخزن اسرار رو پیدا کردم. من باید بشینم یه خود این کتاب رو چیز کنم. اینا میام، من میام. از نظر شما مشکل نیست؟ نه، چه اشکالی داره؟ نه. کتاب دیگه، منم که اینجا بیکار نشستم. یه اشکال نداره، تو برو، من میام. برو. با اجازت. خب الو محسن. سلام. سلام. من دارم میرم پزشکی قانونی، از اونجا میرم باغ قلیش خانی. فکر میکنی که اینجا بشی؟ حدودا تا یه ساعت دیگه. باشه، میبینم. خیلی خوب، باشه، خداحافظ. وحشی بفهمه دنبالشی بهت رم نمی کنه ها. مثل بچه آدم زندونی تو بکش بیا بیرون، برو سراغ زن و بچهت. با دم شیر بازی نکن. اینجا ما جای خصوصی نداریم، مسئولیت بزرگی رو دوش اداره است. مسئولیتشو شخصا به عهده گرفتم. به کسی شک داری؟ به هیچ کس. شما مسافرهایی که با جنس میمدن تو ماشینتون یادتونه؟ آها، همون چش روشنه که میگفتن دختر خود پنجلیه؟ شنیده بودم میگفتن دختر پنجلیه، همونی که قاسم را میرفت میگفت به دختر خودشم رحم نداره، پر جنس میکردنش میفرستننش تو اتوبوس. اصلا انگار نه انگار.